با ما همراه باشید با ایران آزادی. حکومت خامنه ای در نقطه مرگ و زندگی. محمد صادق کوشکی یکی از عناصر باند خامنه ای میگوید رهبر انقلاب گفته امروز حق و باطل در نبردشون به مرحله مرگ و زندگی رسیدند. الان اینا خیلیا از مسئولین دولتی، مجلس، کی و کی میگه که باید سعی کنیم خودمونو مسئول نگه داریم. اولا دارد اعتراف میکند که رژیم به ته خط رسیده است، کما اینکه علی لاریجانی هم گفت همه باید کمربندهاشونو ببندند چون شرایط تعیین تکلیفه. ثانیاً دارد اعتراف میکند که از بالا تا پایین ترسیدند و برخلاف خواست خامنه ای اهل جنگ نیستند. میگویند باید خودمان را حفظ کنیم. این تازه سپاه و دولت خودشان است. وای به حال نیروهای نیابتی. به این ترتیب خامنه ای از یک طرف با آشفتگی درونی نظام مواجه است، از طرف دیگر با خشم و نفرت عمومی مردم. به همین دلیل است که قالیباف و امام جمعه ها هی میگن نترسید نترسید. عربده های ترسالود قالیباف در مشهد را یادمان نرفته که میگفت نترسیم، نترس، از چی میترسیم؟ چرا باید بترسیم؟ مرگ تلخ دیکتاتور. سوال این است که چه چیزی سر تا پای این حضرات را به لرزه انداخته است؟ مگر قرار نبود اینها خامنه ای را تنها نگذارند و اهل کوفه نباشند؟ پس چرا اینقدر ترسیدند؟ مگر عامل خارجی اینقدر ترسناکه؟ حالا مگر کسی گفته که قرار است بیایند سراغشان که اینقدر وحشت کردند؟ گیرم که نیابتی هاشون رو توی لبنان و یمن و عراق صفر صفر بکنند. اینها که جاشون امنه، این وحشت چیه که دامنشون رو گرفته؟ واقعیت اینه که منشأ اصلی ترس اینها عامل خارجی نیست. خامنه ای و تمام اصحاب بیتش به خوبی این را می دانند که جنگ خارجی باعث سرنگونیشون نمیشه. اما این را هم فهم میکنند که جنگ و جرقه خارجی میتواند جرقه زننده جنگ واقعی بین مردم و حکومت باشد. اونها این را فهم کرده اند که جامعه انفجاری ایران با هر بهانه‌ای آماده خیز نهایی برای سرنگون کردن است. اگر واقعاً سیاست مماشات به پایان برسد و دست غیب امداد استعماری به کمکشان نیاید، این مردم کار را تمام می کنند و منتظر کسی نمی مانند. این منشأ اصلی و واقعی ترس حاکمان است.